Hallo Leute, lange nicht gesehen. Heute geht es um Bewerbungen. سلام به شما خیلی وقت ندیدیمتون امروز موضوع برنامه یا درسمون تقاضا یا درخواست حالا کار هست قبلش لازمه یه سری توضیحاتی بدم چون که این درس واسه هر کسی حالا شاید هم بتونه حالا اینو گوش بده ولی خب واسه کسی که سطحش آنسی آسوایه فکر نمی کنم زیاد نرمال باشه یا بتونه اینو کامل درک کنه چون لغاتی داخلش هست که حالا توی بخش بیانس یا بتوای میتونه داشته باشه این چیزایی که لغاتی که اینجا استفاده میشه قطعا کسی هم که سطحش در حد آنس باشه نمیخواد حالا بوربونگ یا تقاضای کار بنویسه یا اینکه میدن یکی بنویسه واسهشون ببینید یه موضوع یه چیزیه که کلا همه استفاده میکنن حتی خود آلمانی هم اینو استفاده میکنن و روشش هم همینه من اینو یکم کوچیک میکنم تا ببینین کامل چجوریه ببینید من اینو کوچیکش کردم اینه کلا چیزی که میخوایم بنویسیم این اسمش کلا موتیواسیون شرایبن یا چیزایی که حالا توانایی که داری یا کارهایی که کردی و چیزی که الان داری انجام میدی باید توضیح بدین چون اول این میاد بعد حالا یه سری چیزای دیگه میاد که حالا توی فیلم های بعد مینویسیم و فکر کنم دو تا فیلم بشه کلا این چون یه فیلم خیلی طولانی میشه خب بیشتر از این صحبت نمی کنیم من اینو دوباره برگردونم به حالت اول که حالا دوستان یه سری دوستان شکایت کردن گفتن خیلی ریزه چون اگه بخوام زیادم درستش کنم دیگه نمیشه که جا نمیشه تو صفحه پس اینو یادتون باشه این روشش کلی هست حالا میتونین یه سری جاهاشو حذف کنین یه سری جاهاشو خودتون اضافه کنین ولی در کل همینه هیچ فرق نمیکنه با یک بوربونگی که یا درخواستی که یک آلمانی مینویسه حالا شاید حالا رنگ و طرحش فرق کنه ولی در کل همش سیستمش یکیه خب ببین این بالا رو بهش میگن کاپیتاله سرتیتر یا تیتر نامه مجد مسترمن مسترستراسه 3 1 2 3 4 5 برلین موبیل 0176 1 2 3 4 5 6 7 8 ایمیل majid.mustermann@gmail.com خب لازمه که توضیح بدم ببینید مجید نه حالا این که اسم همینجوری تصادفیه مهم نیست چی بنویسید اسم خودتون رو باید بنویسید ولی الان این چیزی که هست تسته یه اسم تصادفیه یعنی چیز اصلی نیست این هم که توی آلمان که میدونین همیشه اسم خیابون رو مینویسن این مثلا اسم خیابونه این هم که شماره خونه یا اون خیابونتونه بعدش کد پستی میاد یا پست لایت سال که مینویسین بعدش هم مال اسم شهرتونه کلا سیستم آدرسی توی آلمان اینجوریه این هم که موبایله این هم که زیاد لازم به توضیح نیست ایمیل هم که قطعا همه دارن چون اینجا لازمه داشته باشین حالا جیمیل یاهو یا حالا هر چیزی هر ارائه دهنده ایمیلی خب اینو پس متوجه شدیم میریم قسمت بعد مستفیرم هر رینه توفر ببینید این بالا الان مثلا دو تا آدرس داده این باید همینجوری باشه مثلا الان بعضی شاید میگن اینجا نوشتیم اینجا هم نوشتیم ولی خب این سیستمش اینه دیگه اینجوری ما نوشتیم یاد گرفتیم و همینجوری هم هست همیشه بعد از اینکه خواستین شروع کنیم باید اسم اون جاییو که میخواین بهش چیز به درخواست یا ببرمون بفرستین اسمشو اینجا بنویسید حالا اسم شرکت حالا هر چیزی که هست حالا شرکت خصوصی این اول اسم شرکت رو مینویسین بعد حالا آقای هر کسی که حالا میخواین بهش نامه رو بدین یا بفرستین میدم که مثل قبل اول خیابون میاد بعد شماره کارخونه یا آدرس یا خونه میدم که کد پستی برلین و اینا اسم شهرم که برلینه اینجا هم که تاریخ رو مینویسین باید همینجوری دقیقا مثل همین باید باشه تاریخ باید مثل این باشه خب میریم سراغ بخش بعد که مهمترین بخش این حالا موضوع هم هست این درس هست Bewerbung als Fachinformatiker تقاضا به عنوان حالا متخصص IT Sehr geehrter Herr Zufall این یعنی محترمانه میشه جناب آقای یا جناب یا سرکار خانم خب اگه اینا حالا دیگه اینو من توضیح نمیدم که این چه باید بخش نامنگاریه که ما حدود 7-8 تا درس هست اونو گوش بدیم بعد بیاین اینجا مثل نامه دیگه فرق نمی کنه خب جناب آقای سوفال سوفال یعنی یه چیز تصادفی سوفیلیش یعنی تصادفی یه چیزی مثلا تصادفی عدد رندوم میاد تصادفی میگن سوفال
خب میخونیم و ترجمه میکنیم میریم جلو. یه نکته هم قبلش بگم که ببینید اینو باید همیشه فاصله بزنه، یکی یا دو تا فاصله بزنه، حالا چون که ما جا کمه و ما اینو کمترش کردیم، ولی خب لینک همین آگهی رو من میفرستم، یعنی همین نامه رو من میفرستم داخل کانالی که داریم. خب آدرسش هم میذارم زیر همین فیلم، بعد میتونی چیز کنی. من اینا رو فعلا برمیگردم به حالت قبل. Mein Ziel ist es, mich in meinem Beruf als Fachinformatiker zu verwirklichen. هدف من اینه که توی این شغل یا این بروف معمول شغل میشه، شغلی که دارم به عنوان متخصص آیتی سو مثلا این معنیش میشه تحقق ببخشم، توی این شغلی که دارم خودمو تحقق ببخشم. Ihre Ausschreibung hat mich besonders angesprochen. آگهی که شما دادین، این میشه آگهی معنیش، که شما دادین خیلی ویژه بود یا خیلی پست یا کاملا مناسب من بود. ببین جمع نوشتم پست و میا، این همین معنیش همین میشه. Da meine Stärken genau zwischen IT und Technik liegen. تمام اون یا اینجا توانایی من دقیقا بین IT یا فن هست، حالا تکنیک میشه فن، قرار داره. اوده Deshalb habe ich mit großem Interesse Ihre Anzeige in der Jobbörse der Arbeitsagentur gelesen und bewerbe mich auf diese Stelle. اینجا میگه که کجا بودیم؟ آره. ببینید یا اینو میتونین بگین یا اینی که اینجا نوشتم. این اودایی که نوشتم یعنی میتونین از یا بالاییشو بگین یا اینو بگین. به این دلیل من با حالا متخصص میشه همون علاقمندی که توی آنزایگه یا همون آگهی که داخل جوب بوزه هم مکان کاریابی یا آباس اگنتور اداره کار و اینا خوندم، من تقاضا میدم واسه این مکانی یا این چیزی که الان شما علاقه مندیم بهش. Diese Stellenbeschreibung deckt sich genau mit meinen Vorstellungen. این آگهی یا این چیزی که الان اینجا هست داخل آگهیه، ببین دکت یعنی هم پس گناو سومیه، یعنی دقیقاً اون چیزی که من دنبالش بودم. یا اینکه میتونین بگین diese Stellenbeschreibung passt genau zu meinen Vorstellungen. یا میتونین اینو بگین یا اینکه اینو بگین توی پرانتز. فرق نمی‌کنه، هر دو تاش یکیه. ولی خب این یکم حالا با کلاس تره. خب میریم سراغ بخش بعد. Im November 2013 habe ich mein Studium Computer Science, Hardware und Software an der Islamischen Assad-Universität in Isfahan, Iran, erfolgreich abgeschlossen. توی نوامبر سال 2013 من اون دانشگاه یا دانشجویمو توی حالا علوم پایه یا کامپیوتر، سینس میشه علوم پایه، توی سخت افزار و نرم افزار، این میشه سخت افزار، هارد چیزی که سخته و سافت هم که چیزی که نرمه، نرم افزار و سخت افزار انگلیسی هم اینا، در دانشگاه آزاد اصفهان. میگم که حالا شما میتونید چیز دیگه بنویسید، مثلا اصفهان شما میتونید شهر خودتون رو بزنین، یا اگه داخل افغانستانه مثلا شهری که اونجا دانشگاه رفتین یا کار کردین اونجا باید میتونید اسم اونو بزنین. و دانشگاه یا اون دانشجویمو با توی این دانشگاه با موفقیت تموم کردم. Und sowohl während meines Studiums als auch anschließend Erfahrungen in diesem Berufszweig gesammelt. در حین اینکه من دانشگاهمو تموم کردم با موفقیت، بعد اینکه تموم شد، تا اینجا دانشگاه تموم شد. خب بعد اون تجربه‌ای که توی این شغل داشتم جمع کردم، یا اینو میتونیم بگین یا اینکه از اودا شروع کنید جمله بعدی رو بگین، حالا هر کدوم که راحت تره واسهتون. Im Rahmen wie bei einem Bild. این رامن توی این چارچوب میشه بهش گفت توی فارسی. خب این وی بای انم بیلد مثل یه قاب عکس، یه عکس حالا بیلد رامه میشه قاب عکس. خب im Rahmen meines Studiums, im Rahmen meiner Ausbildung zum Fachinformatiker und meiner Berufserfahrung
habe ich mich vor allem mit Hardware-Installationen beschäftigt. توی این چارچوب کوش من گمش کردم این قامه توی این چارچوب توی حالا مثلا دانشگاه یا آسپیلدونگ دوره فنی یا استودیوم و آسپیلدونگ به عنوان متخصص آیتی من این تجربه بیشترین تجربه توی بیشتر از هر چیزی تجربه رو توی سخت افزاری من کسب کردم خب یا تایید کردم Hinzu kommen Grundlagen in PHP. یعنی این PHP اون چیزیه که PHP میگن توی آلمانی یه زبان برنامه نویسیه مثلا اینم اومده داخل این چیز تجربه هایی که من داشتم مثلا اینجا که تجربه رو داشتم اینم اومده قاطیش یعنی این تجربه رو هم دارم حالا Grundlage میشه مبتدی یعنی تا حالا حرفه‌ای نیستم ولی خب کار کردم Derzeit bin ich in der PC-Reparatur bei BASF beschäftigt. تو این لحظه یا الان من داخل چیز تعمیرات این شرکت حالا شرکت شیمی میشه توی آلمان مشغولم فعلا. Würde mich aber gerne beruflich weiterentwickeln. ولی میخوام حالا تمایل دارم که اون چیز شغلی که دارم اون چیزی که الان دارم درون اون کار میکنم اون شغلی که الان دارم میخوام اونو ارتقا بدم و پیشرفت کنم این معنیش کلیش میشه الان مثلا یه جایی میرین کار میکنین به عنوان یه کارگر معمولی بعدش میخواین خودتون رو ارتقا بدین و بشین مثلا سرشیفت یا بشین یه چیزی که از کارگر چیزش بالاتره Nach meiner Flucht aus dem Iran oder aus Afghanistan, nachdem ich als Student nach Deutschland gekommen bin, بعد از اینکه بعد از پناهندگی از حالا کشور آلمان یا چیز ببخشید کشور ایران یا اینکه افغانستان از این حالا هر ملیتی که داریم بنویسین یا اینکه میتونین حالا اگه دانشجو هم هستین میتونین حالا هر چیزی هستین میتونین بنویسین مهم نیست من فقط دو تا مثال آوردم یکی پناهندگی چون اکثرا حالا اینا دانشجو یا پناهندگی میان به کشور آلمان یا مهاجرت میکنن ناختم ایش اینو ببینین یا اونو بعد بگه یا اینو بگه یا اینکه من دانشگاهمو تموم کردم یا اینکه پناهندگی از این دو تا کشور یا اینکه دانشجویی. Nach meiner Flucht aus dem Iran habe ich mich in Integrations- und Orientierungskursen mit dem Leben in Deutschland vertraut gemacht. بعد از اینکه پناهنده شدم و از کشور اومدم من خودم رو توی ادغام کلاسای ادغام مثلا کلاسای زبان یا کلاسای قوانین آلمان اینا یا اینکه تعیین موقعیت مثلا دیگه حالا زبان و اینا بعد موقعیت خودتون رو توی آلمان پیدا کردن که توی چه سطحی هستین و اینا معنیش تقریبا این میشه آره تا اینجا خوندیم دیگه کجاست آره فعلا تا اینجا habe ich mich mit dem leben in deutschland vertraut gemacht توی این چیزایی که یاد گرفتم مثلا ادغام و اینکه خودم رو توی حالا دورای تعیین موقعیت و اینا اینا گذروندم با این جامعه آشنا شدم یعنی اعتماد یعنی میتونیم بگین کننگلند خب آشنا شدم ولی خب فعلا معنیش این میشه که من آشنا شدم با این چیزایی که اینجا یاد گرفتم خودم رو شناختم و آلمان و قوانینش رو یاد گرفتم Auch viele Minijobs und Praktika haben mir dabei geholfen, mich in meiner neuen Heimat zurechtzufinden. در همین حال که حالا داشتین زبان اونو یاد میگرفتین توی جامعه ادغام بشین خیلی هم کارهای دورهای عملی معنیش اینجا نوشتم پرکتیکو میشه دورهای عملی یک کار کوچیک مثلا تا 450 یورو اگه کار کنین میشه مینی جوب یعنی زیر 450 یورو که کار پاره وقت میشه تر من گفتهش خب اینا رو که انجام دادم باعث شد که توی مکان جدیدی که دارم حالا هم آلمان یا اتریش حالا هر جایی هستین کاملا درست بشناسم اون مکان و اون حالا جایی که هستیم یا اینکه بهتره بگیم مثلا راهمو پیدا کردم تو این کارهایی که انجام دادم قسمت بعدیش mit meinen studentischen voraussetzungen bin ich in der lage mich schnell in ein aufgabengebiet einzuarbeiten توی اون چیزایی که توی دانشگاه مثلا حالا یاد گرفتم یا
تو تجربه دانشجویی که دارم یا الزاماتی، حالا الزامات من اینجا معنیشی میشه الزامات این لغته، ولی خب در کل معنیشی میشه توی اون چیزی که توی دانشجویی یاد گرفتم من. ببین اینجا معنی این میشه یعنی من میتونم، خب من توانایی اینو دارم که سریع توی حالا یک مسئولیت جدید کار کنم، حالا هر کاری که دارین. Und die arbeiten zielstrebig und qualitativ hochwertig durchzuführen. و توی حالا کار مشخصی که بهم میدین و توی اون کیفیت کاری توانایی عالی چیزی که انجام میدین با بهترین نحو میتونین انجامش بدین، اونو من انجام بدم. اینو معنیش همین هم میشه، میتونی بگی سوماخن، حالا یا اینو بنویسی یا اینو بنویسی که میشه انجام دادم هر دوتاش، یا اینکه میتونین این جمله زیری رو بگین، این معنیش همین میشه، هیچ فرق نمیکنه، ولی این با کلاس داره. تو نامه رسمی می نویسم مثلا. خب کار ندارم، حالا ادامه میدیم. Durch meine Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung kenne ich mich auf dem Gebiet der Fachinformatik besonders gut aus. توی این دوره کاری یا چند سالی که تجربه داشتم من خودم رو حالا پیدا کردم توی این بخش آیتی یا متخصص آیتی، یعنی من تجربه کاریم تو این عالیه، من اینو میتونم چشم بسته کار کنم. وقتی اینو میگیم یعنی من واردم تو این تجربه کاری که داشتم و اون آسپیلدونگ یا اون دوره کاری که داشتم این کارو فقط انفورماتیک رو راحت میتونم انجام بدم، خیلی توانایی دارم توی این. Sie können in mir einen Mitarbeiter erwarten. Sie können in mir einen Auszubildenden erwarten, der sehr motiviert und engagiert ist. شما میتونین انتظار یک کارمند رو از من داشته باشین. کارگر حالا میشه کفلی یکی که توی کار حالا یه جایی داره کار میکنه، یا اینکه یکی که آسپیلونگش رو تموم کرده، انتظار اینو میتونین از من داشته باشین. شما میتونین انتظار یک کارمند خوب رو از من داشته باشین که اون، ببینید ده این معنیش همین، این آرتیکل مال همینه، ده میتابایتا، خب این همینه، اون کارگر یا اون کارمندی که خیلی با انگیزه و متعهده میتونه کارشو خوب انجام بده و خودشو میتونه راحت داخل تیم گروهی یا تیم ادغام کنه یا وارد بشه و کارشو به درستی انجام بده، یا اینکه میتونین اینو بگین اون sich gut in ein Team einfügen kann. اینو که معنیشو گفتم دیگه، یعنی راحت خودشو داخل یه تیم جا کنه و با کار تیمی انجام بده. Sie können in mir einen Mitarbeiter erwarten, der zuverlässig arbeitet und dem Kunden gegenüber stets freundlich und hilfsbereit ist. شما میتونین انتظار یک کارمند یا کارگر قابل اعتماد از من داشته باشین که همیشه مقابل مشتریا stets یعنی معنیش همش این میشه، ولی خب میگم که همیشه ایما و ماخن و اینا نزنید، بیشتر از بالا لغات استفاده کنید که سطح بالاتری دارن، این معنیش دقیقا همین میشه. خب آره، در مقابل مشتری خیلی صمیمی و دوستانه و همیشه آماده که کمک کنه، حالا با هیلف بغاید یعنی همیشه آماده کمکه، اینجوری بگم. خب پس فهمیدیم که معنیش این میشه که منی که الان دارم اینجا واسه شما کار میکنم کاملا قابل اعتمادم و اینکه در مقابل مشتری من راحت و دوستانه و صمیمی راحت و یعنی صمیمانه هستم با مشتری و اینکه بهشون همیشه آماده اینم که بهشون کمک کنم، یعنی که اینو میتونید بگین پایین. Sie können in mir einen Mitarbeiter erwarten, der viel Erfahrung mitbringt, aber auch offen für Neues ist. شما میتونید انتظار یک کارمند از من داشته باشین که حالا ده همین کارمند که خیلی تجربه با خودش میاره و آماده ای که همیشه چیزای جدید هم یاد بگیره، مثلا open for noise ایست یعنی تجربه جدید کسب کنه و اینا. Gerne werde ich Sie in einem persönlichen Gespräch von meiner Qualifikation überzeugen. با کمال میل میتونم توی اون قرار ملاقات یا اون جایی که چون میدونی که قبل کار بخواین اگه تاییدتون کردن
بعد بهتون یه ترمین میدن یا قرار میدن، قرار ملاقات، که میرین اونجا صحبت میکنین و تمام چیزایی که اینجا گفتین و بعد دیگه زبونی بهشون بگین و به اون طرف که میاد و آره دیگه باهاش صحبت میکنین و میفهمین دیگه، تایید میشین. اگه تایید هم نشدین که بعدش ایمیل میدم میگه آقا متاسفانه نشد، حالا یا زبانتون ضعیف بود یا حالا هر چیزی. میگه تو این با کمال میل تو این ترمین یا این چیزی که بهم میدین، این قرار صحبتی که بهم میدین، من میتونم توانایی و قابلیتم و چیزایی که بلدم رو به نشونتون بدم، خب قانعتون کنم. Gerne auch innerhalb einer betrieblichen Erprobung. با کمال میل میتونم حالا یه بخشی هم یه کار کنم، یعنی تا یه قسمت به عنوان آزمایشی میتونم کار کنم. Eine Arbeitsaufnahme ist zeitnah möglich. این جمله هم معنیش میشه که من میتونم به زودی بیام سر کار، حالا مثلا اگه تاییدم بکنین امروز، من میتونم 2 روز دیگه بیام سر کلاس، سر کار ببخشید، سر کار، یعنی که هفته دیگه، یعنی سریع من میتونم بیام سر کار. بعضی مثلا 2 تا کار دارم، وقتی که مثلا چیز میکنه میگه خب اون کار باید حالا یه ماه طول بکشه تا تعطیل کنم اونجا رو، قراردادش رو لغو کنم بعد بیام با شما. بعضی سریع میخوان، خب میگه سریع من میتونم بیام وارد بخش کاری بشم. Mit freundlichen Grüßen, Majid Mustermann. خب اینجا هم که با احترام و اینجا هم میتونید امضاتون رو بکنین، البته امضا میتونید اینو پرینتش کنین و امضا کنین، بعد دوباره تب اسکنش کنین و بفرستین، یعنی که فقط اسمتون رو بنویسین، همون هم کافیه.